سلام دوست عزیز، بهمن رؤوفی هستم، در خدمتتونم با دومین فیلم از سری فیلم های آموزشی ادوبی پریمیر پرو CS6 طبق آموزش مقدماتی پریمیر پرو رو در واقع پیگیر خواهیم بود. در این فیلم ها در فیلم اول یه معرفی مختصری گفتم راجع به ادوبی پریمیر، در واقع که اصلا پریمیر چی هست، از کجا آمده و الان در چه جای در واقع چه جایگاهی رو در دنیا داره و به عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین در واقع سافر های تدوین دنیا شناخته شد که در سال 2012 هم بهترین شد در دنیا و خیلی از در واقع یوزر های سافر های دیگر چون اوید میدیا کامپوزر یا فاینال کات پرو دارن مهاجرت میکنن به پرو CS6 به خاطر توانمندی های جدیدش. خب ما در این فیلم در واقع در فیلم دوم میخوایم بپردازیم به گتینگ استارت، یعنی در واقع شروع کردن کار با پریمیر پرو CS6 و همینطور به بحث یا محیط کارش خواهیم پرداخت در این فیلم. خب من اول ابتدا ادوب پریمیر رو ران میکنم در پکیج نرم افزاری خودم ادوب پریمیر پرو CS6، روش کلیک میکنیم، اینترو زیبای ادوب پریمیر میاد و در واقع حالا فایل هاش رو لود میکنه. اگرم تاریخش دقت کرده باشه 1390 تا 2012 در خدمت ما بوده این سافر و داشته در واقع نیازهای تدوینگران دیجیتال و دنیای موازی رو تدوین موازی رو تامین میکرد. خب به محضی که شما پریمیر رو باز میکنید، اولین صفحه که بهش برخورد میکنید ویلکام سکرین هست، در واقع صفحه خوش آمدگویی به شما که خودش این بالا توضیح میده، میگه ویلکام تو ادوبی پریمیر پرو، به ادوبی پریمیر پرو خوش آمدید. این صفحه چندین قسمت داره، نزدیک به 4 قسمت اصلی رو داره. یکی ریسنت پروژکت هست، پروژه هایی که شما اخیراً بستین، در واقع وقتی سری پروژه رو سیو کرده باشید و دوباره ادوب پریمیر رو بیارین بالا، اون پروژه رو تو قسمت ریسنت پروژکت به شما نشون میده و روی هر کدوم که بیستید مکس کنید آدرس در واقع سیو اون روی هارد دیسکتون رو به شما میگه که اون توی کدوم قسمت در واقع سیو شده توی بحث کاری شما، که این پروژه هست که الان من قبل کار کردم، در واقع اخیراً اونها رو کار کردم، تو قسمت ریسنت پروژکت هم هست. اما ما اینجا سه تا منیو داریم، در واقع سه تا دکمه یا سه تا آیکون داریم. اولیش نیو پروژکت هست، ایجاد یک پروژه جدید. اوپن پروژکت هست که اگر من روش کلیک کنم به من اجازه میده که پروژه های قبلیم رو که جای سیو کردم اونها رو لود کنم که حالا فعلا با اونها کاری ندارم، کنسل برمیگردم. و سپس دکمه سوم هلپ من هست که روش کلیک کنم هلپ در واقع ادوبی پریمیر پرو CS6 باز میشه و میتونم ایرادهای خودم رو داخل اون هلپ ببینم، که اگر به زبان انگلیسی مسلط باشید واقعا در واقع این هلپ بسیار مفید هست و خیلی از ایرادات، مشکلات و یا سوالهای شما رو میتونه جواب بده و براتون حل کنه مسئله. و دکمه آخرم که اگزیت هست که اگر من این رو بذارم همیشه اگزیت میشیم و از ماشین نرم افزار بیرون میرم. اما من به عنوان یک استارتر در واقع اگر بخوام شروع کنم کارم رو یک در توی بحث ادوب پریمیر، اولین گزینه‌ای که با سر کار دارم نیو پروژکت هست. من رو نیو پروژکت کلیک میکنم، ببینید یک صفحه دیگه باز میشه، صفحه نیو پروژکت، ویندوی جدید، پنجره جدید نیو پروژکت برای من باز میشه که تو قسمت نیو پروژکت زده ویدیو رندرینگ اند پلی بک، در واقع موتور در واقع رندر و پلی کردن تصویر ما در دنیای پریمیر هست، که من خب چون کارت گرافیکم به تکنولوژی در واقع کودا مجهز نیست، الان به صورت اجباری من باید از مرکوری پلی بک انجین سافر اونلی استفاده کنم، که در ادوب پریمیر CS6 ما موتور مرکوریمون به GPU مرکوری اکسسوریتور انجین مجهز شدیم در واقع در دنیای پریمیر CS6 که از GPU یعنی گرافیک پروسسور یونیت، در واقع از واحد پردازش کارت گرافیک، در واقع سینه یک چیزی شبیه به CPU هست که روی کارت گرافیک های ماست، از اون استفاده میکنه برای پردازش و باعث میشه که تصاویر شما بسیار ریل تایم پخش بشن برای پریویو رندر شما، در واقع پری رندر های شما در دنیای پریمیر که حالا بهشون میرسیم، خیلی سریعتر و راحت تر برای شما انجام شه. شاید خیلی از یوزرهای قبلی این رو، یعنی در واقع یوزرهایی که با پریمیر CS5 یا در واقع 5.5 5.5 هم کار کردن گلگی داشتن از اینکه خیلی سافر ریل تایم نیست، وقتی افکت های زیادی رو ما روش میندازیم باید حتما پری رندر گرفته شه تا بتونیم ببینیم. اما در پریمیر CS6 به خاطر در واقع مرکوری GPU پلی بک انجینی که در واقع روی اون قرار گرفته و از GPU کارت گرافیک شما استفاده میکنه، به شرطی که کارت گرافیک شما از در واقع تکنولوژی کودا رو پشتیبانی کنه، که بهترین هاشون هم سری کوادرو هست، کوادرو شرکت انویدیا و یه دو نمونه اگر اشتباه نکنم از کارت گرافیک های تسلا میتونن در واقع این رو خیلی خوب پشتیبانی کنن. کارت گرافیک های گرون قیمتی هستن ولی خب فوق العاده توی کار با در واقع پریمیر بسیار دست شما رو باز میذارن. البته این به این معنی نیست که اگر شما بخواید با در واقع مرکوری پلی بک سافر اونلی کار کنید مشکل میخورید، نه هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد، شما میتونید کارتون رو انجام بدید، فقط روند کار شما یکم کند میشه. اما رو بحث ایت های در واقع حرفه‌ای تر و ویدیوهای سنگین تر چون 2K 4K 5 و همینطور فرمت های چون ما دوربین های الکسا شما یا را فرمت های دوربین های رد اسکارلت یا رد اپیک
ممکنه یکم رو بحث فول رزولوشن به مشکل بخورید، اگر ممکن که 90 درصد به مشکل میخورید یکم کارتون کند میشه اگر به تکنولوژی در واقع جی پی یو اکسسوریتور انجین مجهز نباشید. ما فعلا در واقع فعلا برای کارم خیلی روی این قضیه چیز نکردم، تکی نکردم، چون فعلا ما بحث آموزش مقدماتی رو داریم، اما توی سری آموزش های پیشرفتمون انشالله با سیستمی کار میکنیم که اون در واقع تکنولوژی رو ساپورت میکنه و خیلی راحت ما میتونیم توانمندی جی پی اکسسوریتور رو به وضوح ببینیم. اما پریماری سی اس 6 با همین موتور در واقع نرم افزاری مرکوری هم بسیار ریل تایم و خوب عمل میکنه. حالا وارد محیطش که بشیم با هم دیگه تست میکنیم و میبینیم. پس تو قسمت اول ویدیو رندرینگ و پلی بک نوع موتور رو انتخاب میکنیم. در قسمت دوم ویدیو فرمت ویدیومون تایم کد باشه، فیت فریمز 16 میلیمتری برای ادیت فیلم های 16 میلیمتری، فیت فریم در واقع 35 میلیمتری ادیت فیلم های 35 میلیمتری و فریمز که تصویر شما رو در واقع اون تایم لاین، یعنی در واقع نواری که بر اساس زمان حساب ویدیو شما درش قرار میگیره، کاملا بر پایه فریم به شما نشون میده. که در ورک اسپیس که اومدیم تو بحث در واقع ادیت فیت فریم 16 35 و فریم که اومدیم، اینا رو همه رو به صورت ملموس با هم میبینیم. اما چیزی که من الان باش کار دارم تایم کد. من فعلا اون رو روی حالت تایم کد قرار میدم، بعد میام تو قسمت آدیو دیسپلی آدیو فرمت. آدیو سامپلز داره، میلی سکند هم داره که ثانیه های من رو میاد به قسمت های متعددتری در واقع به میلی سکند تقسیم میکنه. سکند های من رو به من اجازه میده که من از واحد ثانیه تا در واقع تا 1/100 پایین تر هم بیام برای ادیت های بسیار دقیق و بقول معروف میلی ثانیه ای از صدا که ثانیه به ثانیه. شاید تو خیلی از فیلم های سطح بالای هالیوود دیده باشید، مثلا صدای تیراندازی ها خیلی خاصه، صدای اسلحه ها، صدای در واقع شارژ کردن اسلحه ها، این صداها خیلی قوی هن. چرا؟ چون صداها در یک در واقع صدام ثانیه، اون صداها ویفورم خودشون رو در یک صدام ثانیه تشکیل میدن. برای همین شما برای ادیت اون ویفورم ها نیاز به میلی سکند دارید. ولی ما فعلا از بحث دیسپلی فرمت آدیو سامپل استفاده میکنیم برای کار آدیومون. گفتم این بحث آموزش های مقدماتی، سراغ آموزش های پیشرفته هم خواهیم اومد. بعد میام داخل قسمت کپچر. کپچر برای کپچر کردن در واقع پریمایر هست که حالا از کارت کپچر یا از در واقع کابل 1394 آیلینک استفاده بکنه برای در واقع کپچر کردن خودش، که کپچر فرمت DV هست و HDV. خیلی مهم نیست کدوم رو انتخاب کنید، چون شما از قسمت در واقع کپچر با شرکت F5 داخل محیط پریمایر وقتی بخواید وارد کپچر شید، اونجا دوباره میتونید تمام اینها رو انتخاب بکنید. اما قسمت خیلی مهم اینجا قسمت لوکیشن هست که کجا پروژه ما سیو میشه، که من میتونم براوز کنم، مثلا بیام روی دسکتاپ، آدرس دسکتاپ رو بدم و مثلا یک در واقع نیو فولدر ایجاد میکنم برای کارم و اسمش رو به فرض میذارم هم استارت. فولدرم رو انتخاب میکنم، سلیکت فولدر، فولدر انتخاب میشه، میام اینجا میام داخل لوکیشن و اسم برای پروژکتم میذارم، اسم پروژکتم هم میذارم استارت. خب و میام تو قسمت اسکرچ دیسک، اینجا اوکی نمیکنم. یه تب دیگه این بالا من دارم اسکرچ دیسک که در واقع فضای دیسک سخت یا هارد من رو به من نشون میده که قراره در واقع پریمایر کجا کپچر کنه ویدیو آدیوش رو و کجا پریویو هاش رو ذخیره کنه. من میتونم همه اینا رو به عنوان سیم از پروژه انتخاب کنم، یعنی کپچر ویدیو، یعنی ویدیو رو کپچر کنم کجا، سیو از سیم از پروژه، یعنی دقیقاً همون جایی که پروژه من سیو شده همونجا بریز. اگر نخوام میتونم میگم داخل داکیومنت برید، اگر نخوام میتونم کاستم رو بذارم و براوز کنم و جای دیگر رو انتخاب کنم برای این کار. که من مثلا برای یک پروژه‌ای که حالا میخوام فایل رو کپچر کنم وارد کنم و ادیت کنم، معمولا هم سیو از سیم از پروجکت میذارم. کپچر آدیو هم به همین ترتیب همین اتفاق برای صدا میفته. اون درایوی که من انتخاب کردم داره به من توضیح میده که شما 96.4 گیگابایت فضای خالی دارید برای اون درایو که میتونید تو این فضا کار کنید. تو قسمت ویدیو فرم پریویوز ببینید، شما وقتی پررندر از در واقع ادوب پریمیر میگیرید، حالا تو بحث پررندر میایم، تو بحث تایملاینمون، از تایملاینتون پررندر میگیرید که در واقع رندر بگیره، رندر مختصری بگیره و شما با نهای کوالیتی، حالا تو توضیح میدم کجا میتونیم کوالیتیشو کم و زیاد کنیم، در واقع یه رندر برای شما میگیره و اون فایل پریویو رو ذخیره میکنه روی هارد که هر موقع شما پریمیر رو باز کردید اون قسمتی که رندر گرفتید همونطوری باقی بمونه و به صورت در واقع پروکسی فرمت از اون رندر استفاده کنه برای پخش فایل هاتون بهش میرسیم. این رو هم خیلی مهمه که ما این رو سیم از پروژکت قرار میدیم که پریویو فرمتمون هم دقیقاً پریویو ویدیومون و پریویو آدیومون دقیقاً همون جایی باشه که پروژه ما سیو شده.
برای اینکه مدیریت پروژه‌مون خوب انجام بشه و در نهایت ما یک فولدر داشته باشیم که کل اطلاعات پروژکت ما داخل اون باشه و خیلی راحت بتونیم با کپی کردن اون فولدر روی هارد و از اکسترنال هارد درایو استفاده کنیم و اونو منتقل کنیم به یک پی سی یا نوت بوک دیگه و خیلی راحت بتونیم پروژه‌مون از این کامپیوتر به اون کامپیوتر انتقال بدیم، پخش و پلا نشه همه چیزمون. اوکی؟ و از همه مهمتر در واقع میتونیم اوتو سیومون هم حالا بعدا تنظیم کنیم داخل همین فولدر، یه فولدر جدا بهش بدیم توی همین و بگیم هر چند دقیقه یه بار یه سیو بگیر که سراغ اون هم میای. این قسمت تموم میشه تا اینجا. من اوکی میکنم، میریم تو ویندوی بعدی. خب پنجره بعدی چی؟ نیو سیکونس. نیو سیکونس جاییه که شما یک سیکونس جدید رو میخواید انتخاب کنید. انواع اقسام فرمت هایی که در واقع ادوب پریمیر پرو ساپورت میکنه اینجا در اختیار شما هستن. از فرمت های ARRI بگیرین تا بیاین تو بحث Canon XF، تا بیاین تو بحث AVCHD مال در واقع هندیکم های کمپانی سونی که 19-20-80 رو برای شما ساپورت میکنه، چه اینتر ریس چه پروگرسیو در اختیار شما قرار میده. AVC اینترا رو بگیرید، دیجیتال SLR ها رو بگیرید، 80 پروگرسیو رو به شما میده. ببینید وقتی روش کلیک میکنیم دو قسمت، تو قسمت پریست دیسکریپشن تو در دو پنجره توضیحات کامل رو راجع به فرمت میده. تو قسمت اول زده for editing most DSLR format، برای ادیت کردن اکثر فرمت های DSLR، دوربین های عکاسی مثل کانون در واقع 5D یا 7D که دوربین های هستن که الان تو بحث فیلم برداری خیلی در نوعی مطرح و کوالیتی خیلی خوبی رو به ما میدن، در واقع به یوزر میدن برای فیلم برداریشون. و توضیح میده که در واقع recorded این 19-20-80 یعنی داره میگه در فرمت 19-1920 پیکسل ضبط در 1080 پیکسل 1920 در طول و 1080 در ارتفاع با فرمت اسکوئر پیکسل، پیکسل های مربعی، خب که در واقع میشه نان آنامورفیک یعنی تغییر شکل داده نشده، و با اسپیک ریشیو 16:9 که در واقع میشه واید اسکرین توی کار من، و پروگرسیو اچ دی هم هست، یعنی فرمتی که دوربین های در واقع دیجیتال اس ال آر فیلم میگیرن پروگرسیو اینتر ریس نیست، اپر فیلد لوور فیلد نداره، از دو فیلد تشکیل نشده. اینتر ریس مربوط به فرمت های در واقع پخش تلویزیون های کلاسیک قدیمی بود، تلویزیون های لامپی، به خاطر اینکه از دو فیلد استفاده میکردن برای نشون دادن تصویر، در واقع هر یک فریمشون در دو فریم خلاصه میشد، و برای همینه که در فرمت اینتر ریس در دوربین های در واقع مثل فرمت های مثل AVCHD اینتر ریسش رو در پرانتز با 50i نشون میده، یعنی در از 50 تا فریم اینتر ریس که در کنارم قرار میگیرن تشکیل 25 فریم رو میدن، یه آپر داره فریم بالای، لاور فیلد داره فیلد بالا و فیلد پایین، که این باعث میشد که در تلویزیون های در واقع کلاسیک قدیمی تصویر به صورت اسموت دیده بشه، نصف تصویر اول میرفت جلو، مثلا به فرض فکر کنید این موس من میخواد از اینجا حرکت کنه به اینجا که حالا توی درسای پیشرفته فرمت ها بهش میرسه، نصفش اول میرفت، بعد نصف پایینی میرفت، نصف بالایی، نصف پایینی، نصف همینجوری به ترتیب این حرکت سریع انجام میشد و حرکت اسموت رو برای ما انجام میداد. ولی تو دنیای پروگرسیو و مانیتورهای LCD و LED جدید دیگه این اتفاق نمیفته و رو حالت اینتر ریس حرکت نمی کنیم و برای همین ما خود به خود فلیک و لرزش هایی که تصویر اینتر ریس بود رو دیگه نداریم. پروگرسیو تصویر بسیار اسموت، ثابت و تمیزتری رو به ما میده، اما برای پخش در تلویزیون های کلاسیک قدیمی در واقع پیشنهاد نمیشه، به مشکل میخورید توی پخشش. حالا دی اینتر ریسینگ داریم، تبدیل پروگرسیو به اینتر ریس داریم که نرم افزار نیو کمک میکنه، پلاگین قدرتمندی داره برای این کار و خیلی روش ها هست که میتونیم این تبدیل ها رو انجام بدیم. اما تمام انتخاب سیکونس در دنیای کار شما بستگی داره اول به سورس ویدیو شما. این سورس چیه؟ اگر با یک دوربین دیجیتال SLR در واقع فیلم برداری شده، یه دوربینی مثل 5D Mark II فیلم برداری شده، شما باید بیاین سراغ دیجیتال SLR فرمت. اگر بعد نگاه میکنیم، نه در واقع اول سورس رو مشخص میکنیم که دوربین چی هست، جز کدوم گروهه، بعد از انتخاب گروه میایم سراغ سایز، رزولوشن تصویر، آیا 19-20-80 14-40-80 در واقع حالا دوربین های چیزی که 14-40-80 نمیگیرن دیجیتال SLR، ولی به فرض میگم مثلا رزولوشن ها رو بررسی میکنیم، HD هست، Full HD هست، Half HD هست، جزء کدوم هاست، HD 720، HD 960، HD 1280، HD 1080 جزء کدوم سری از در واقع سایز های ماست، که تمام اینا رو موقعی که فیلم برداری میکنید تنظیمات اون کامرای شما کامل اینا رو به شما میگه که شما الان دارید با چه فرمتی چند فریم در ثانیه در واقع فیلم برداری میکنید، 24 فریم پروگرسیو هست، 25 هست یا 30. خب اگر شما فرمتتون در واقع دارید مثلا با یک هندیکم سونی یا با یک دوربین XT کم سونی یا با یک دوربین رد با هر چی فیلم برداری میکنید، اول ما میایم مشخصات اون فرمت رو پیدا میکنیم اینجا سورس اصلی. روی کامرای شما 100% حتی رو خود بدنش
در واقع این هک شده که این با چه فرمتی کار میکنه. مثلا سری ایکس سونی با فرمت در واقع هندیکم های نسبتا پیشرفته سونی هستن که با فرمت AVCHD برای ما فیلم برداری میکنه و اسم این فرمت کامل رو بدن دوربین هک شده. بعد ما باید بیان ببینیم که ما 1080i interlace فیلم برداری کردیم یا پروگرسیو آی یا پی. بعد اگر آی هست، خب حالا این آی آنامورفیک هست، یعنی در واقع 1440-1080 که پیکسل های مستطیل شکل داره، یا نه در واقع نان آنامورفیک 1920-1080 هست که اسکوئر پیکسله. ببینید اینجا 1.3333 در واقع 10000 هست که نسبت طول به عرض پیکسل ها رو داره میگه، در واقع 1.3 تقریبا 1.4 که طول پیکسل ها 1.4 بیشتر از عرض پیکسل هاست. پیکسل ها مربع در واقع مربع شکل نیستن، مستطیل شکلن. اما رو بحث 1080-25 در واقع آی ما نان آنامورفیک هستیم. ببینید خودش میگه اسکوئر پیکسل، یعنی پیکسل های شما مستطیل شکل نیستن، مربعی شکل هستن و سایز نسبت طول به عرض ببینید 1 هست، هیچ فرقی نداره، 1:1 پیکسل های 25 فریم در ثانیه به من میده، اسکور پیکسل هست و فیلدش هم اپر فیلد فرست چون اینتر ریس. اما تو بحث پروگرسیو ببینید دیگه خبری از بحث فیلد نیست. ببین فیلد رو نوشته نان فیلد پروگرسیو اسکن، یعنی هیچ فیلدی وجود نداره، یعنی یه فیلد بالا یه فیلد پایین نیست. حالا تو بحث تخصصی فرمت ها میام تمام اینا رو با استفاده از سافرهای دیگه توضیح میدم. فیلد ها رو با هم زوم این میکنیم، فیلد های ویدیو رو از نزدیک خواهیم دید و میبینیم که اینترست چطور عمل میکنه و پروگرسیو چطور و هر کدوم برای کجا مناسبه. خب پس اول میبینیم که اصلا فرمت چیه، بعد میایم سایز رو مشخص میکنیم. بعد از اینکه سایز رو فهمیدیم که در واقع سایز تصویر 1080 هست، 1440 هست، 1920-1080، 1440-1080، در واقع 1280-720، 1024-768 انقدر رزولوشن هست، همه رو بخوام بگم براتون کلی طول میکشه. اول سایز رو مشخص میکنیم، بعد از مشخص کردن سایز میایم ببینیم اول اون در واقع ویدیویی که ما گرفتیم اینترریس هست یا پروگرسیو. بعد از مشخص شدن اون میریم سراغ بحث در واقع آنامورفیک یا نان آنامورفیک بودن اون و در نهایت فرمت مورد نظر خودمون رو بر اساس سورس انتخاب میکنیم. تنها زمانی شما به سورس ویدیوتون اهمیت نمیدید برای انتخاب سکونس که به اجبار باید یک سکونسی با یک مشخصات خاص مثلا 1920-1080-25 آی بدین تحویل در واقع مشتریتون و اینکه ممکنه ویدیوهایی با فرمت‌های مختلف رو بخواید اد کنید داخل اون 1920 که اونم شرایط خاص خودش رو داره، توضیح میدم براتون چطور این کار رو باید کرد و به مشکلی که برای که در خروجی گرفتن به مشکل نخورید. فقط این موقع است، ولی معمولا یک حرفه‌ای ادیتی که سکونسی که در واقع باز میکنه بر اساس سورس ویدیویی هست که قراره در اختیارش قرار بدن برای ادیت. اما پریماری CS6 یه مزیت بزرگی که داره جدیدن که در CS5 نبود، اگر شما سیکونسی رو اشتباه در واقع اد کنید و یک ویدیوی مثلا به فرض من الان یه AVCHD 50i نان آنامورفیک رو اسکور پیکسل رو باز میکنم با پیکسل های مربعی با رزولوشن 1920-1080، میبینید آنامورفیکش 1440-1080، ولی اگه بازش کنم جفتشون یه اندازن ها، حالا چرا بهتون توضیح میدم. خب فعلا این بحث اینجا داشته باشیم. من به فرض میام مثلا یه 1080-25 آی باز میکنم، بعد میام در واقع فوتیج یا فیلمی که داخل سکونسم قرار میدم، کلیپی که داخل سکونسم میذارم، مثلا یه کلیپ DSLR، به محضی که این کار رو بکنم Adobe CS6 نشونتون میدم حالا جلوتر، یه ارور میده، میگه سکونس شما does not match، میگه match نیست با ویدیویی که شما دارید اد میکنید، میخواید matchش کنم؟ اگر شما yes رو بزنید این تغییر رو میده. حالا سراغش میایم میبینیم این توانمندی خیلی خوبی رو که گذاشته که جلوی اشتباهات یوزر رو میگیره و همینطور به ترتیب که پایین قسمت آدیو سیتینگ رو به ما میده، 48000 سامپل پر سکند رو به ما میده و بحث در واقع توضیحات دیگری که در مورد آدیو هاش هست که حالا چند تا کانال استریو داره، چند تا کانال 5:1 داره و چند تا ترک ویدیو. به محضی که من اینجا نوع فرمتم مشخص شد که اگر دقت کنید ببینید من HDV رو اینجا دارم، فرمت آنالوگ HD رو، بعد میام سراغ رد R3D، رد R3D رو من اینجا دارم تا 5K رو در اختیار من قرار میده و بحث موبایل اند دیوایس هست، انواع اقسام گوشی‌های موبایل رو با فرمت‌های مختلف به من میده، XD کم های سونی رو در اختیار ما میذاره که دوربین‌های خیلی معروف و مطرحی در دنیا هستن، تصاویر خیلی زیادی ازشون هست، بعد کانون XF رو به ما میده، همینطور شما میتونید فرمت‌های الکسا رو براش اد کنید. خیلی کارا میشه کرد تو این ادو پریمیر CS6 رو حالت رد R3D تصاویر را در واقع رد رو ادیت میکنه، این را سیتینگ در واقع رادیت فتوشاپ میمونه، واقعا قدرتمنده که حالا سراغ اون تو بحث پیشرفته میای.
من الان به فرض میام تو قسمت مثلا دیجیتال استلار که فکر کنم مثلا یه فیلمی دارم که فوتیجی دارم که در واقع با یک دوربین 5D مارک 2 به فرض گرفته شده با 1080 پروگرسیو 24 فریم پر سکند، یعنی 24 فریم در ثانیه که در واقع میشه همون 23976. حالا چرا این خورده داره تو بحث فرمت ها، بحث پیشرفته فرمت ها سراغ اینا میایم که 24 فریم یعنی چی، 23976 یعنی چی. خب میام این رو در واقع انتخاب میکنم. توی توضیحات هم یه چیزی گفتم تو قسمت ABCHD راجبه آنامورفیک و نانامورفیک، چه دو تا تصویر دقیقا سازشون اینو همه. من میام تو فتوشاپ، تو سافتور فتوشاپ میام دو تا تصویر، یکی 19-20-80 باز میکنم، یکی 14-40-80. خب میام تو قسمت فیلم و ویدیو، میام تو قسمت HDTV 119-20-80-72 DPI. نیروی دیگه یه دونه در واقع نیو داکیومنت باز میکنم، مثلا DVC Pro HD یا نه مثلا میارمش روی HDV 14-40-80. خب ببین من فرق آنامورفیک و نان آنامورفیک رو میخوام بگم، من 14-40-80 بهش میدم. خب میام تو قسمت داکیومنت اولی که داکیومنت اول 19-20-80، دومی 14-40-80. خب من میام این دوتا رو یه بکراند تیره مثلا خاکستری به جفتشون میدم، یه سالید برای اینکه فقط پیکسل ها رو ببینیم. خب این یکی هم همینطور سالید کالر رو مثلا برم خاکستری، بعد تو قسمت ویندو ارنج میزنمشون تایل ورتیکال بغل هم. خب این یکی یالت کنترل آی می سایز میگیرم چی؟ 14-40-80. این یکی 19-20-80. زومین میکنم توی تصویرم تا حدی که ببینید برسم به پیکسل ها. فتوشاپ CS6 خود پیکسلی ما رو نشون میده، 5 هم همین کار رو میکنه. ببینید پیکسل ها رو در هر دو اینا میبینید، این یکی ببینید پیکسل ها مستطیل شکل است، در واقع همون نسبت 1.333 در واقع 1.3 تقریبا 1.14 نسبت طول، نه طول 1.14 بیشتر از عرض هست. و در قسمت در 19-20-80 پیکسل ها کاملا مربع شکل است، با اینکه این 14-40 این یکی و اون 19-20 یعنی یه چیز هلوهوش تقریبا شاید 500 تا 480 طولش پیکسلاش کمتره، اما سایزش رو ببینید، من ازر زوم رو میارم پایین، سایز تصویر در هر دوی اینا یکی هست. ببینید هر دو دقیقا 16:9 هست نسبتشون، اما تعداد پیکسلای طول این 1440 این 1920. حالا چجوری اینو هم اندازن؟ این اومده در واقع پیکسل ها رو به حالت اسکور پیکسل در آورده، پیکسل های مستطیل شکل، و اون 400 خورده پیکسلی که اضافه تر داره رو با این حالت توی خودش جا داده بدون اینکه سایز تغییر کنه، و این یکی برای اینکه سایزش کوچیک‌تر نشه نسبت به اون اومده پیکسل ها رو مستطیل شکل کرده. اما اینها قراردادایی هست که از مثلا شاید 40 50 سال پیش در هالیوود اینها شکل گرفته در بین کمپانی های بزرگی، چون در واقع مثل پارامونت یا کمپانی های مثل دریم ورک اینا که اومدن اولین بار شروع کردن وارد وادی واید اسکرین شدن و اسکرین های عریض رو درست کردن و قراردادهایی دارن که اسکور پیکسل یعنی چی، آنامورفیک یعنی چی. اینها رو تو قسمت فرمت های پیچیده خدمتتون توضیح خواهم داد. در واقع فرمت ها پیچیده نیستن، در واقع آموزش های حرفه‌ای فرمت ها که هر کدوم از اینا کجا کاری داره، 14-40-80 کجا کاری داره، 19-20-80 کجا کاری داره، کجا ما باید نان آنامورفیک باشیم، در واقع اسکور پیکسل باشیم، کجا باید نسبت پیکسل ها رو تغییر داد، برای چه فرمت های ویدیویی، در سینما، در برودکست، در گزارش های زنده خبری، در واقع فیلم های هوم استودیو برای استودیو های خونه، یه هر کدوم از اینا چطور کار میکنن و چه رزولوشنی رو باید براشون انتخاب کنیم سراغ این میایم. پس فعلا تا اینجا با هم متوجه شدیم فرق بین اسکور پیکسل و آنامورفیک رو، نان آنامورفیک و آنامورفیک چه فرقی با هم دیگه داره. میام دوباره تو قسمت پریمیر. حالا به فرض من اومدم اینجا یک 1080 DSLR، قسمت DSLR یه 25 فریم 1080p 1920 در 1080 ورتیکال با حالت دقیقاً کن عدد تو پرانتز پیکسل هم یکه، یعنی نسبت طول برز هم یکه، یعنی اسکور پیکسل هستم. ببین اینجا هم نوشته یک اسکور پیکسل پروگرسیو اسکن انتخاب میکنم، با سمپل ریت آدیو 48000 انتخاب میکنم. بعد میام تو قسمت ستینگ
بعد از این تب میام تو قسمت تب سیتینگ، تمام این مشخصاتی که اینجا بود تو قسمت سیتینگ داره جلوی من در واقع دوباره برای من میذاره، میگه ادیتینگ مودتون دی اس ال آر، که اگه من رو این کلیک کنم تمام اون فرمت هایی که اینور بود دوباره اینجا هم در اختیار منه. تایم بیستون چند فریم پر سکنده؟ از 10 تا 60 فریم پر سکند رو شما میتونید اینجا انتخاب کنید. البته تکنیکای مثل پست رایز تایم هست توی پریمیر که میتونید شبیه سازی حتی یک فریم یا خیلی بالاتر از اون رو هم انجام بدید. حالا توضیحاتشون میرسیم به در واقع بحثای حرفه‌ای راجعمون هم صحبت میکنم. میام سراغ 25 فریم پر سکند در واقع هم تنظیمی که داشتیم، چون سورس ما در واقع 25 یا نه مثلا من از این سورس 24 استفاده میکنم، میذارم 24 فریم پر سکند. دیدین فیلمایی که ما با هندیکم‌های خودمون میگیریم خیلی اسموت و نرمه، ولی فیلمای هالیوودی یه گیر خاصی دارن، در واقع یه جور حرکتشون خیلی بیش از حد نرم نیست، حرکت خاصی داره و لذت بخش. اون بحث 24 فریم هست، در واقع کم شدن همون یک فریم در ثانیه باعث ایجاد اون حالت میشه که حالا برای تبدیل یک فیلم 25 فریم به یک فیلم 24 فریم توضیح میدم چطوری انجام عمل کنیم که دچار در واقع دزدیده شدن فریم ها و آسیب رسیدن به فیلم نشه. سراغ اونها هم میه. اما ما اصلا 24 فریم پر سکند رو انتخاب میکنیم، بعد زده فریم سایز 19-20-80 سایز کادرمون هست با حالت واید اسکرین 16 میلیم. پیکسل اسپک ریشیو، رنج پیکسل همون چجوریه؟ اسکور پیکسل هست نسبت طول و عرضمون، میبینید نسبت های مختلف پیکسل رو اینجا داره. HD آنامورفیک 80 رو هم داره، ولی ما با اسکور پیکسل کار داریم چون با DSLR رو میخواییم کار کنیم. الان فیلدمون نو فیلد، تو قسمت پروگرسیو ما چیزی به اسم فیلد نداریم، برای همین میذاریمش فیلد نو فیلد پروگرسیو اسکن، چون ویدیومون پروگرسیوه. اگر اینتر ریس بود بسته به نوع دی وی یا اچ دی بودنش، دی وی رو لاور فیلد، اچ دی رو اپل فیلد فرست، یعنی اول فیلد بالا رو اسکن کنه بعد فیلد پایین، برای دی وی اول پایین بعد بالا، سراغ اینا میه. اما فعلا ما چون دی اس ال آر رو انتخاب کردیم میذاریم رو هم پروگرسیو اسکن باقی بمونه. دیسپلی فرمت 24 فریم پر سکند، تایم کد حالا برسز فریم باشه، فیت فریم 35 میلیمتری 16 میلیمتری باشه یا نان دراپ تایم کد باشه، من میذارم شو حالت 24 فریم پر سکند تایم کد، حالت استاندارد و نرمال ادو پریمیر. اینا بحثای پیشرفته تر و تخصصی ترن، اما برای آموزش مقدماتی ما فعلا با تایم کد کار داریم. بعد میام تو قسمت آدیو، 48 کیلوهرتز داره در واقع تا از در واقع 32 کیلوهرتز داره تا 96 کیلوهرتز استاندارد سامپل ریت صدامون که ما رو 48 میذاریمش. تمام دوربین هایی که حالا تو با دی اس ال آر اینا همه با 48 کیلوهرتز میگیرن، دوربین هایی چون رد الکسا یا سینون های سونی میتونن با کوالیتی خیلی بالاتری صدا رو ذخیره کنن. اگر از شما از رکوردر های پیشرفته صدا استفاده کنید، در واقع صدا رو جدا رکورد کنید سر صحنه، اونها هم بسته به نوع توان سیستم میتونن در واقع سامپل ریت بالاتری رو بگیرن، که شما باید اول با اون سامپل ریت نگاه کنید و بعد بیاد اینجا این رو تنظیم کنید، که من روی 48 کیلوهرتز میذارمش برای کار خودم. دیسپلی آدیو فرمت هم رو آدیو سامپل که حالا توضیح دادم اون رو تو قسمت قبلی. اما ویدیو پریویو، ویدیو پریویو اگر شما از کارت های میکس یا کارت گرافیک قدرتمندی چون کوادرو رو استفاده کنید، بحث ویدیو فرمتتون میتونه تغییر کنه. میتونید در واقع کانفیگور کنید این رو در اون پریویو یا اون پریرندری که به شما نشون میده رو از حالتهای مختلف استفاده کنید، یعنی از جی پی یو کارت استفاده کنید. مالا من الان رو آی فریم اونلی ام پگه، من میتونم بزنش رو فرمت های دیگه و پریویو خیلی سریع تری رو به من بده. اما وقتی که اون تکنولوژی رو نداشته باشم، که شاید من اینا بدون این تکنولوژی کار میکنم چون خیلی از یوزرهایی که آموزش مقدماتی رو میگذرونن 100% این تکنولوژی رو ندارن، برای همین من طوری رو آموزش میدم برای در واقع بچه‌هایی که مقدماتی کار میکنن. همین تو قسمت پلی بک سیتینگ من اجازه ندارم چی پی یو اکسسریتور رو انتخاب کنم که تو اون قسمت قبلی توضیح دادم. من میام از چی استفاده میکنم؟ میام از سایز، به نسبت سایز میام توان پریرندرمو سریعتر میکنم. این داره به من میگه شما برای پریرندر یعنی پیش رندر، حالا افکت دارید ادیت کردید فقط میخواید ببینید که تصویر خیلی نرم و ریل تایم پخشه، میتونید از عینن خود فریم 1280 رندر کنید که در رندر نهایی به تو کمکتون میاد، اون فایل پریویو کار رندر نهاییتون رو سریعتر میکنه، ولی خب در عوض پررندرتون رو خیلی کند میکنه. یا نه میتونید مثلا این رو بدین 1024 در 768 خودش اتوماتیک 576 ببخشید چون واید اسکرینه، خودش اتوماتیک هیت رو تنظیم میکنه برای من. حالا این پررندری که به من میده با این سایز به من پررندر میده، خب در نتیجه خب خیلی سریعتر انجام میشه این پررندر و چون فقط میخوام ببینمش و کار ویژه‌ای باهاش ندارم خیلی برای من مهم نیست. اما یک یوزر حرفه‌ای ممکنه بخواد روی ادیتی که داره انجام میده بخواد هم دقیقاً همون ریل سایز تصویرش رو ببینه با ماکسیمم بیت دپت، یعنی با حد اکثر عمق بیتش و همینطور با حد اکثر کیفیت رندر، این دوتا تیک رو هم بزنه و وقتی این تیکا رو میزنه ببینید یک وارنینگ به شما میده،
این وارنینگ حالا طولانی انگلیسیش نمیخونه، ولی مفهوم کلیش اینه که شما وقتی این تیک رو میزنید، هر کدوم از این تیک ها رو فعال میکنید، این در واقع مموری زیادی رو میطلبه از سیستم شما. یعنی یه سیستم 16 گیگرم مثلا برای یه کار فول اچ دی نیاز دارید برای این کار، و همینطور توان خیلی زیادی رو از سی پی یو تون میکشه. برای اینکه بتونید این کار رو بکنید، شما نیاز دارید به یک های پرفورمنس سیستم، یعنی یک سیستم بسیار قوی برای این کار. اگر مطمئن نیستید این کلیدها رو بزنید، اگر نه که برشون دارید، اگر سیستمتون توان نداره. چون این دوتا تیک رو که شما بزنید رو بحث، ببینید برای هر دوشون هم این وارنینگ رو میده. پررندر شما ممکنه خیلی کند شه، اگر پای یک ورکستیشن یا یک نوتبوک در واقع موبایل ورکستیشن، این نوتبوک قدرتمند نباشید، با یک کامپیوتر معمولی کار کنید، کار شما رو خیلی سخت میکنه، زمان پررندرتون رو خیلی افزایش میده. که حالا من این تیک رو برمیدارم فعلا، و بعد میتونم، ببخشید، بعد میتونم اینجا سیو پریست کنم، تمام این تنظیماتی که انجام دادم رو سیو کنم، حالا به هر نامی، و اینو همیشه داشته باشمش. بعد میام تو قسمت تراکس، تراک هامو میگه چند تراک ویدیو در اختیارت قرار دادم که نه من توی در واقع اگه خاطرتون، اگه درست بگم، و دوستای قبلی منم که کار کرد، دوستایی که با ورژن قبلی کار کردن میدونن، پریمری سی اس 5 تا 99 تراک ساپورت میکرد برای ما، اما سی اس 6 بسته به توان سیستم آن لیمیتد هست، هر چقدر تراک ویدیو که بخواید میتونه اد کنه برای شما، و این واقعا یه شاهکار بسیار خوبی هست که آورده. البته در پروژه‌ای که در کشور ما انجام میشه، شاید شما هیچ وقت نیاز به بیشتر از 10 12 تراک ویدیو نخواهید داشت، ولی این توانایی رو داره که آن لیمیتد به شما، یعنی نامحدود به شما ویدیو تراک بده، بستگی به قدرت کش و اسکرچ دیسک سیستمتون. این از قسمت ویدیو که حالا مثلا من میگم مثلا 5 خط در واقع ویدیو، یا مثلا همون 3 خط تراک ویدیو در اختیار من قرار بده. بعد میگه چند تراک آدیو. اول راجع به آدیو میگه مستر خروجیت میخوای چی باشه؟ میخوای استریو باشه، 5:1 یا مولتی چنل یا مونو. استریو هم حالت لفت و رایت هست، عمومی ترین حالتی که در دنیای صدا ما باش سر و کار داریم. 5:1 حالت در واقع سینما، شبیه به سینما، همون سینمای خانگی ما هست. یعنی ما دو تا فرانت داریم، یعنی بلنگوی جلوی سمت چپ، بلنگوی جلوی سمت راست، بلنگوی عقب سمت چپ، بلنگوی عقب سمت راست، و یه ساب ووفر هم که در واقع، و یک ساب ووفر و یک سنتر هم که وسط قرار میگیرن، که همون یه در واقع میشن 5:1، نسبت 5:1 رو با ما میده. اون یکی همون ساب است، 5 تا بلنگوی ما هستن که حالت سراند رو برای ما در واقع ایجاد میکنه، که صدای فراگیر بهش میگن. تو سینمای خانگی خیلی پرکاربرد، فیلمای روز دنیا هم با این تکنولوژی صدا برداری میشه. اما بحث مالتی چنل چی هست؟ بحث مالتی چنل که تا 16 کانال برای ما میتونه ایجاد کنه، یا همون کوادروفونیک هست، که بحث مالتی چنل بحثی مثلا صدا برداری، شما زمانی که میخواید به فرض از یه کنسرت فیلم برداری شده و تا صدای اون کنسرت رو میخواید فیلم برداری کنید، تعداد کانال میکروفون های خیلی زیادی هست، و همینطور خروجی های صدای زیادی، که اولین بار اگر اشتباه نکنم پینفلو در کنسرت دوالش شاید 20 خورده سال پیش از صدای کوادروفونیک استفاده کرد، و صدای مولتی چنل 16 کانال رو اون موقع توی کارش گذاشت، و خب یه صدای فراگیر فوق العاده عجیب و غریبی است. یعنی کسایی که اون کنسرت رو رفته باشن میدونن اونجا چه اتفاقی افتاد برای گوش های مردم. و الان هم توی اگر اشتباه نکنم تو آخرین کار خانم، اگر اشتباه نکنم مدونا بود، آخرین کنسرت لایوی که برگزار کرد، بحث تدوین صدای در واقع تدوین فیلم و صدای کنسرتش با ادوبی پریمیر سی 6 بود، که رو همین بحث 16 چنل کار کردن، در واقعش مولتی چنل 16 کاناله این کار رو انجام دادن. و همینطور برای خیلی پروژه های بزرگ دیگه شما میتونید رو بحث مولتی چنل کار کنید، و اینکه خروجی نهاییتون رو میتونید رو مونو هم بذارید دیگه، تک صدایی که دیگه نه لفت رایت داره دیگه، کلا یه بلنگوی یک صداست. من حالا به صورت پیش‌فرض استریو رو انتخاب میکنم. بعد میام تو قسمت ترک هم. سه تا ترک آدیو به من میده که من میتونم ترک تایپ انتخاب کنم. مثلا میتونم بگم این سه تا رو از این سه تایپ هم میدی، سومیشو 5:1 به من بده. که اگر با دوربین فیلم برداری کردم که صدای خروجیش 5:1 بود، مثلا همون ایکس تی کم های سونی یا رد، اگر که در واقع من رکورد صدای 5:1 داشتم، یه خط 5:1 داشته باشم. و دو تا استریو استاندارد برای خودم قرار میدم اینجا. دو تا اولی هم میذارم رالات استریو استاندارد. حالت‌های مختلف در ادپتیو مونو استریو ساب میکس 5:1 ساب میکس، تو بحث آدیوشن سراغ اینو میام که اینا چی هستن و ساب میکس ها به چه معنایی هست تو دنیای صدا گذاری. تو بحث قسمت صدای ادو پریمیر که اومدیم تمام اینا رو کامل براتون توضیح میدم. پنم بالانس رو اینجا داره که به سمت لفت و رایت بالانس رو تنظیم میکنه، که تمام اینا داخل محیط خود ادو پریمیر قابل ادیت. و این با این دو تا فلش ها میتونید ترک ها رو به سمت بالا و پایین در واقع بدین، این بیاد بالا اون بیاد پایین، جاهاشون با هم دیگه عوض شه، که نیاز نیست اینا رو هم میتونید تو دنیای ادوب پریمیر، تو خود ورک اسپیس ادوب پریمیر این تغییرات رو ایجاد کنید.
حالا اگر شما مثلا این سوال براتون پیش بود که آقا من مثلا سه تا ترک آدیو استریو گذاشتم و پروژه‌مو دارم کار میکنم، حالا یهو مثلا یه ویدیویی برای من میاد، یه سکانسی در اختیار من میذارن که صداش 5:1، چه اتفاق میفته؟ نترسید، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. شما میتونید خیلی راحت اون کلیپ 5:1 رو داخل تایملاینتون اد کنید، ادوب پریمیر به صورت اتوماتیک یه ترک آدیو 5:1 برای شما میسازه. اما خروجی مستر شما چون استریو هست، در نهایت خروجی که شما میگیرید استریوفونیک، و اگر بخواد این خروجی 5:1 باشه یا مولتی چنل و کوادروفونیک باشه، باید از همین اول این رو انتخاب کنید رو بحث مسترتون، که تو بحث صداگذاری داخل ادوب پریمیر که بسیار مبحث پیشرفت و در واقع زیادی هست سراغش میایم و حرفه‌ای راجبش صحبت میکنیم. خب این صدا تب رو من در واقع انجام دادم، تنظیماتم رو میام رو بحث سیکونس نیم. تو بحث سیکونس نیم اسم سیکونسم رو میدم، مثلا اسم سیکونسم رو میذارم استارت، خب و اوکی میکنم. حالا چه اتفاق میتونم از که اوکی کنم؟ وارد محیط در واقع ادوبی پریمیر میشیم. اینجا ورکسپیس زیبای ادوبی پریمیر سی 6 هست که خیلی ساده تر از قبلی ها شده و بسیار توانمندتر شده. رو بحث روانشناسی طراحیش خیلی بیشتر کار کردن. من خودم به عنوان یوزری که سالهاست با ادوبی پریمیر کار میکنه، در محیط پریمیر سی 6 آرامش خیلی بیشتری دارم. نگاه شما، چشمان شما زیاد لازم نیست به همه طرف بچرخن، با فوکوس روی منطقه خاص مثلا یه دایره اینقدری رو شما تو تصویر داشته باشید، تقریبا کل پروژه رو در چشمان خودتون دارید، کل ورک اسپیس رو. واقعا بی‌نظیر طراحی شده و یه مقدار چهار گوشه هاش در واقع نسبت به CS6 کل دکمه ها همه چهار گوشتر و در واقع خطوط خشن‌تر شدن، برای اینکه در واقع سازگار شده، بهینه شده با قیافه ویندوز 8. حالا انشالله 8 که اومد اینترفیس 8 رو ببینید قشنگ متوجه میشید که ادوبی ها مخصوصا در واقع همه ادوبی های CS6 ظاهرشون طراحی شده برای در واقع همسان بودن با ویندوز 8 که شاهکاری است، اونم در نوع خودش. و من لحظه شماری میکنم برای ویندوز 8 که زودتر بیاد و باش کار کنیم ببینیم چطوری است. حتی یوزر های اپل هم که با او اس در واقع مک یه جنگ قدیمی بین مک و مایکروسافت همیشه بوده که کدوم او اس بهتره، و تا الان خب تو بحث مولتی مدیا مک برتری بیشتری داشته و یوزرهاش بیشتر اون رو میپسندیدن، اما با ویندوز 8 مطمئنم من که در واقع انقلابی در بحث او اس ها در دنیا ایجاد میشه و واقعا ویندوز خیلی قولی است، انقدر قولی که ادوبی حتی اینترفیس نرم افزارشو داره بهینه میکنه برای کار در ویندوز 8. خب حالا امیدوارم که زودتر بیاد. حالا ما هم که سریع کرکش میکنیم و خیلی راحت با 500 تومن یا 1000 تومن میخریمش دیگه، اینجا ایران است. خب حالا اومدیم تو قسمت در واقع ورک اسپیس ویندوز، یه ویندوز ببخشید، ورک اسپیس ادوب پریمیر پرو سی اس 6. اینجا محیط کار ادوب پریمیر هست، تغییرات زیادی رو داشته نسبت به نسخه سی اس 5. اولا در ظاهرش، در نوع چیدمان دکمه ها، اولا دکمه ها دیگه مثل قدیم یه عالم دکمه پایین نیست، خودتون میتونید کاستم کنید از اینجا چه دکمه هایی باشه چه دکمه هایی نباشه. میتونید خیلی راحت با زدن این دکمه پلاس این کنار به اضافه اینجا دکمه هاتون رو ادیت کنید، دکمه اضافه یا کم کنید توی تصویرتون که مثلا چه دکمه باشه چه دکمه نباشه، جای دکمه ها رو با هم عوض کنید. مثلا من اینو با پلی عوض کنم یا پلی بزنم سر جاش، یا مثلا این دکمه رو دیلیت کنم از تصویرم بندازم بیرون یه دکمه دیگه بذارم جاش. یعنی قشنگ میتونید اینها رو با هم دکمه ها رو چینج کنید و بر اساس سایزی که توی تصویرتون دارید، مثلا من بزنم مثلا اینجا این دکمه وسط رو هم رو با پلی جاشو عوض میکنم. اجازه بدید ایشون بیاد اینجا با پلی عوض شه. خب تغییر بدم دکمه ها باتما، یا مثلا برای باتما مرز قائل بشم اینجا یه مرز بدم بهشون. خیلی کارا میتونم بکنم، دکمه ها رو هر جوری که دوست دارم میتونم کاستماایز کنم، میتونم ریسیت لیات کنم، لیاتم برگرده به حالت اولش، و یا اصلا کلا کنسل کنم از قسمت باتم ادیتور بیام بیرون. که شما حالا هر چی سایز پنجره در واقع اینو بزرگتر کنید، اینجا اجازه اد کردن باتمای بیشتری رو به شما میده. ببین مثلا من مثلا این باتم رو میتونم بیارم الان اینجا ادش کنم تو قسمت می، الان میخواد با این عوضش کنه فضا چون براش ندارم میخواد چینجش کنه. مثلا اگر بیام رو قسمت اسکرین کپچر بذارمش، با یه دونه از اینا می با اسکرین کپچر من چینجش کرد و اینجا اکسپورت فریم هم اومده اینجا، که اگر اوکی کنم سایز این رو زیاد کنم میبینید این اومدش اینجا. بسته به ابعاد ویندوی که دارید برای پروگرام ویندوتون میتونید تعداد اون دکمه های اون زیر رو کم و زیاد کنید، میبینید؟ و اونایی که میرن زیر با زدن روی این فلش اون پایین هستن در اختیارتون. و اگر ریسیت لی اوت کنید، خب لی اوت برمیگره به حالت پیش فرض خود ادوبی پریمیر پرو. این از بحث باتم. بحث زوم این زوم اوت، اولا اون رینگ خبر دیگه از اون رینگ نیست برای اینکه ویدیو شما رو حرکت بده.
من حالا خیلی سریع ویدیو اد میکنم، حالا تو آموزش هم میگم که در واقع ما چطوری این ویدیو رو از کجا اد کردیم. ببین من تو قسمت میدیام مثلا یه DSLR فوتیج رو اد میکنم. خب ببین اشتباه بود، برای همین به من گفت چین سیکوینس بود. خب ببینید من الان یه ویدیو اد کردم، دیگه خبری از اون رینگه نیست. میدل موس شما هر جا که قرار بگیره میتونه با حرکت دادن در واقع دکمه وسط موس، در واقع اون دکمه گرد دایره وسط اون میدل موستون، با چرخوندن اون میتونید تصویر رو حرکت بدید. اگر روی قسمت زوم بیاد دیگه اون از اون بالا این زوم این زومات انجام نمیشه روی تصویر. اینجا دو تا بازو گذاشته، اینها برای شما این کار رو انجام میدن و تصویر رو حرکت میدن. تو بحث پروگرام ویندوتون، تو بحث تایملاینتون هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. ابزار زوم اومده این پایین، موس رو روش قرار بدید و رینگتون رو به چرخونید، این زوم این زومات میکنه. در مورد همین اینم همینطور. پریمیر CS6 قابلیت خیلی خوبی که داره، البته تو CS5 هم بود، تو CS6 خیلی قوی تر شده. موس بالای هر پنجره‌ای که قرار بگیره برای اون پنجره میاد، برای اون ویندو عمل میکنه. نه و کافیه حالا حرکتش بدید، مثلا من سورس رو اینجا باز کنم. ببین این دقیقاً برای سورس هم همین کار انجام میده. روی سورس که از سورس رو عقب جلو میکنه، روی بازه زوم که میاد زوم این زومات در واقع پنجره سورس رو کم و زیاد میکنه. همینطور برای همه در واقع ابزارهای ما، اینجا هم که پلی هدم رو حرکت میده. خب پس ببینید موس خیلی راحت بالا سر هر کدوم که بره برای اون منو عملکرد خاص خودش رو داره. ورک اسپیس من از قسمت اول سمت چپ با شروع کنی، پروژکت من هست که پروژه های من داخل اون اد میشه که شما میتونید داخل این پروژه ها رو اد کنی. یه توضیح مختصر فعلا راجع به ورک اسپیس میدم، بعد میام تو بحث پروژکت اد کردن پروژه ها حرفه‌ای تر راجع بهش توضیح میدیم که میتونیم گروپ بندی کنیم، هر کدوم از این پروژه ها جدا جدا برای ما پخشن، تایم نیلشون کنیم، اینا رو همه رو توضیح میدم. ادو پریمیر CS6 یه قابلیت خیلی خوبی که گذاشته، شما رو حالت تایم نیل که باشید موس روش قرار بگیره، موس رو که حرکت بدید ویدیو میبینید زیر دست شما پخش میشه، برای اینکه بتونید خیلی بهتر و دقیق‌تر ویدیوهاتون رو همونجا ببینید. و با زوم زوم اوت کردن روی این میتونید سایز این تایم نیل ها و ویدیو رو همینطور بزرگ کوچیک کنید. قبل از اینکه بخواد چیزی رو داخل تایم لاین اد کنید، فقط با حرکت دادن موس روی ویدیوتون اون ویدیو رو میبینید و خیلی کمک میکنه به شما که سریعتر انتخاب کنید ویدیویی که میخواین رو. رو حالت لیست ویو هم که بیاد این رو به صورت لیست به شما نشون میده. سرچش خیلی قدرتمندتر شده، نوع سرچش، فیلترینگش خیلی قدرتمندتر شده و همینطور اینجا قسمت در واقع پلی شما میتونید پریویو بگیرید، از این پریویو کوچیک بگیرید تو حالت لیست ویو. مثلا من این رو پلی میکنم و هر جا از سکانس هم که بخوام، مثلا اونجا مشخصه سکانس هم باشه، میتونم این دکمه اسکین رو در واقع پوستر فریم رو بزنم، یه عکس از اون میگیره و وقتی استاپ کنم تام نیل تصویر من میشه اون توی تصویر من. الان بیام روی این، ببینید این میشه تام، دقیقاً همونجا فریم من ثبت میشه، برای اینکه من با کلیک روی اون بدونم این تام نیل مربوط به کدوم قسمت از فیلمم هست، خودم تعیین میکنم که اینجا چه تام نیل رو در اختیار من قرار بده. اینجا هم اطلاعات مربوط به ویدیو رو به شما میده که بحث استارت و اندش رو به شما میده، از چه دقیقه شروع میشه، چند دقیقه هست، چه سایزی هست، پیکسل در واقع اسپک ریشیوش چیه، اسکور پیکسل، تعداد فریم هاش رو به من میده که همه اینا داخل پنجره پراجکت با زدن دکمه در واقع مد کنار دکمه یک بالا زیر اسکیپ توی کیبوردتون با زدن این دکمه این صفحه فول اسکرین میشه و میتونید کلیه اطلاعات مربوط به پروژه‌تون رو اینجا بخورید. یا نه راست کلیک کنید بیاین تو قسمت پراپرتیز از تو این منو و اون قسم در واقع اطلاعات مربوط به پروژهتون رو بخونید. سمپل سایز و دیتا ریت سکند هم به شما دقیقا اینجا میده، خیلی قوی تر شده بحث پراپرتیزش. سراغ همه اینا میان، یکم پیچیده شده CS6 ولی واقعا قدرتمند شد. بعد از پنجره استارت، پنجره افکت من هست که تمام افکت هم داخلش قرار داده که قابلیت سرچ داره. مثلا من دیزولو رو سرچ کنم، این کراست دیزولو رو به من میده، هر افکتی رو که بخوام سرچ کنم، مثلا تری وی کالر کرکشن رو اینجا به من میده، هر چی که بخوام، فقط یه سرچ ساده اون رو میده به من. افکت ها رو بین اکسس ریتر سی او دو بی تی و با یو وی تقسیم بندی میکنه. فعلا در واقع میتونیم با زدن هر کدوم از این دکمه ها افکت ها رو فیلتر کنیم. سراغ اینا میایم، ما فعلا فقط امروز ورک اسپیس با هم صحبت میکنیم. بحث مدیا بروزر هست که میتونید تمام مدیاهایی که میخواید از اینجا بروز کنید، یا نه از محیط ویندوز مستقیم بندازید، یا نه از داخل در واقع مثلا من الان میام داخل درایو دی، مثلا ادوب سی اس 6 آموزش ها، میام تو قسمت در واقع فوتیج های اسپید گرید، میام از دی اس ال آر فوتو، به روش که کلیک کنم تمام دی اس ال آر رو میاد و من میتونم اینا رو خیلی راحت انتخاب کنم و با این پلی میشن، با این اینجا پلی میشه میبینم و میتونم ادشون کنم تو بحث پروجکت. ببین اومد تو قسمت پروژه با یه درگ اند دراپ خیلی ساده اینا وارد محیط پروژه من میشه، قسمت مدیا بروزر که شما میتونید با گرفتن این قسمت، ببینید نقطه شینا اینجا چیده، گرفتن این میتونید بروزرتون رو از تصویر جدا کنید یا مثلا آنداکش کنید، پنلشو بذاریدش این کنار یا اصلا کلا آنداک فریم کنید.
این فریم بیاد بیرون، این هاشیش بیرون در اختیار شما قرار بگیره. این یک بروزر شبیه در واقع مینی بریج فتوشاپ عمل میکنه که اگر هم بخوایم ادش کنیم دوباره از اینجا میگیریمش میاریمش این بالا. ببین این قسمت بالا که آبی رنگ میشه اد میشه اون بالا. اگر اینجا قرار بگیره بالای منوی میفته، اگر بیاد اینجا وسط قرار بگیره میفته تو در کنار همه اونا، انگار رو همون نوار بالا گرفتینش. ببین حالتهای مختلفی رو داره، شما میتونید خودتون اینا رو همه رو تنظیم کنید تو کدوم قسمت بیفته. اگر این نوار سبز رنگ کنار بیفته میشه یک نوار ابزار، میبینید نوار در واقع یک داکیومنت مجزا این کنار، میبینید شد سه تا ترتیب من که این شما میتونید با تغییر دادن جای اینا ورک اسپیستون رو بر اساس سبک کاریتون و راحتی خودتون تنظیم کنید. خب و بعد از تنظیم این ورک اسپیس میتونید تو قسمت ویندو ورک اسپیس، نیو ورک اسپیس اس بهش بدید و ادش کنید اونجوری که خودتون دوست دارید. مثلا من خودم تو این قسمت بهمن رو دارم به نام خودم اد کردم، یه سگ ورک اسپیس ابزار بالاست. باز یه بهمن دیگه دارم با روف کوچیک تایپش کردم که ورک اسپیس ان سی 6 هست، در واقع ان ام ان سی 6 عمل میکنه. همینطور شما میتونید بیاید اینجا تو قسمت مثلا آدیو این رو بزنید، بحث میکسر آدیو در میاد وسط، در واقع در اهمیت قرار میگیره برای کارتون. یا باز بیاین تو ورک اسپیس مثلا بیاین تو قسمت افکت، افکت های شما لیست میشن، یعنی میاد بحث افکت کنترل در اهمیت قرار میگیره و افکت ها میاد این کنار. حالت های مختلفی داره ولی بهتر اینه که خب یه حرفه خودش برای خودشون چیزی که دوست داره رو تو محیط ورک اسپیسش تنظیم میکنه. پس دیدیم که تمام این پنل ها رو با گرفتن این میشه جاشون رو عوض کرد، یا با کلیک کردن روی این و انتخاب آنتاک فریم میتونید فریم ها رو بندازید بیرون که به مانیتور دیگه منتقل کنید یا نه کنار دستتون باشه. اینا رو همه رو توضیح میدم و اینا رو فکر نکنید میگذریم از کنار، اینا همینا رو خواهیم داشت. قسمت پروگرام هست که اتفاقاتی که در تایملاین میفته رو به شما نشون میده، در واقع اصل کار شما اینجاست. افکت کنترل هست که هر افکتی که روی در واقع این کلیپ ها گذاشته باشید تو قسمت افکت کنترل قابل ادیت. آدیو میکسر هست که میکسر صدای شماست، اینجا در اختیار شما قرار میگیره که من چون استریو انتخاب کردم میبینید یه مستر لفت رایت استریو ساده داره و یه کانال 5 به 1. قسمت آدیو 3 اینجا ببین آدیو 3 رو نوشته 5 به 1. و قسمت سورس که من با دابل کلیک روی هر ویدیویی که اینجا اد کردم توی قسمت سورس باز میشه که میتونم کلیپ و ساب کلیپ ازش بسازم، این آتش رو تعیین کنم و بعد ادش کنم داخل این محیط. اینجا تام تول بار من هست که تو ورژن قبلی CS5 در واقع تو CS5 و CS5 5.5 این بالا بود، در CS6 اومده کنار. البته خودتون میتونید دوباره بزنیدشون بالا، کاملا کاستمایزبل، یعنی کاملا شما میتونید هر جوری که دوست دارید این ورک اسپیس رو تغییر بدید. در قسمت پایین پنل تایملاین رو ما اینجا این پایین داریم که از ویدیوها و آدیو ترک های ما تشکیل میشه که ببینید بر اساس تایم کد هست، بر اساس زمان و کد قرار گرفته برای ما و دکمه خودش داره که اینا رو همه رو توضیح میدم. و در کنار تصویر من بحث آدیو رو داره که حالا من صدا اینجا در واقع کلیپ هم آدیو نداره، اگر آدیو داشت اینجا در واقع آدیو من ویومتر آدیو من حرکت میکنه و شما میدیدینش داره کارش رو انجام میده. خب که اگر مثلا من اینجا رو تنگ ترش کنم ببینید اینجا دیتا آدیو من اینجا میاد که میتونم سولو کنم، یعنی هر کدوم سولو لفت چنل، یعنی فقط کانال چپ بخشه یا سولو رایت چنل یا فقط کانال راست بخشه. اگرم خاموش بشه که هر دو کانال همزمان صداش برای من میاد. صدای ادوب پریمیر خیلی قویه، واقعا قویه، بس آدیو ادیتش در هیچ گونه از سافرهای تدوینی توانایی آدیو ادیت رو ندارن، مخصوصا که پنل جدید رو اضافه کرده این بالا که کلیه افکت هایی که در واقع در دنیای آدیوشن هست شما میتونید اینجا اد کنید روی صداتون اضافه کنید، راجبش صحبت میکنید. پس این یه در واقع اطلاعات مختصری بود راجع به ورک اسپیس ادوبی پریمیر که حالا بدونیم چه کار قراره بکنیم. انشاءالله در فیلم‌های بعدی میریم سراغ در واقع استارت یک پروژه و توضیح چجوری اد کردن فایل‌ها داخل یک پروژه و بحث‌های دیگه‌اش دیگه ادامه میدیم تا بالاخره یه روزی تمام میشه دیگه، میرسیم به انتهای CS6 و انشاءالله که بچه‌هایی که این فیلم‌ها رو می‌بینن فیلم‌ها براشون مفید باشه و بتونن ادوبی پریمیر رو خیلی خوب از طریق این فیلم‌ها یاد بگیرن. فراموش نکنید من بهمن رؤوفی تمام توضیحاتی که بهتون میدم کاملا علمی و آکادمیک است، من توضیحات تکنیکال نمیدم که آقا مثلا این کارو کنید خیلی باحال، این کارو کنید خیلی باحال، نه اول شما باید تکنیکال یک سافتور یا میگم ببخشید آکادمیک یا علمی یک سافتور رو یاد بگیرین بعد میرین سراغ مباحث تکنیکال. شاید بتونم الان چیزایی رو به شما یاد بدم که خیلی راحت تو پریمیر با دو تا حرکت یک کلیپ قشنگ درست کنید، ولی اینا خوب نیست. شما باید ذات امر در واقع و ذات اون سافر رو به صورت حرفی و علمی یاد بگیرین تا بعد میریم سراغ مباحث تکنیکال و پیشرفته تر. هر ساعت روز صبح زور شب این فیلم رو میبینید، اون ساعتتون به خیر و خوشی، منتظر فیلم های بعدی من باشید. فعلا خدا نگهدار.